بینندگان عزیز، خانواده و بستگان گرامی رفقای جانباخته، همراه با سلامهای گرم برای تقدیم حلقه دیگری از برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم در خدمتتان هستم. در برنامه این هفته نیز یاد عزیزانی را گرامی می‌داریم که در راه عشق به انسانیت و ایجاد جامعه یاری از ستم و استثمار، در راه رهایی کارگران و ستم دیدگان، در راه برپاداشتن جامعه سوسیالیستی جان عزیزشان را در راه آرمانهای والایشان فدا نمودند. آنها انسانهایی از خود گذشته‌ای بودند که به زندگی عشق می‌ورزیدند. فدا کردن زندگی و جان خود از جانب آنان در واقع زایشی برای ایجاد غنی‌تر کردن زندگی بود. به همین خاطر آنها در راه بارور کردن درخت زندگی جان باختند. آنان کمونیست هایی بودند که تلاش می کردند تا روح آزادی و عدالت و برابری را در پیکر این جامعه بدمند، تا انسان عصر ما را از اسارت سودپرستی نظام ظالمانی سرمایه‌داری رها سازند. آنها با مرگ سرافرازانه خود درخت زندگی را آبیاری کردند. آنان گلهای نوشکفته سرسبد جامعه ما بودند. یادشان برای همیشه در اعماق زندگی امروز و انسان به پا خواسته برای واژگون کردن همه نابرابری‌های اجتماعی بر لوح تاریخ جامعه بشری زنده و جاوید خواهد بود. در این برنامه یاد 4 تن دیگر از همرزمان جانباخته راه آزادی و سوسیالیسم، رفقا محمد هادی قرخی معروف به همسور، یونس مصطفی، داود قادری معروف به داود ظفرآباد و ساسان دانش را گرامی می‌داریم. با تجلیل و گرامی داشت یاد تمامی زنان و مردان مبارز و انقلابی و جانباختگان راه رهایی کارگران و زحمتکشان، از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید. گرامی باد یاد انقلابی کمونیست رفیق محمد هادی قرخی معروف به همسور. رفیق محمد هادی قرخی سال 1335 در خانواده کارگری در یکی از محلات زحمتکشنشین شهر سنندج دیده به جهان گشود. در این شهر به مدرسه رفت. او داشت سال آخر دبیرستان را می‌گذراند که مبارزات توده‌ای و ضد سلطنتی سال 1357 آغاز شد. رفیق محمد چون کارگر و روشنفکر انقلابی در قیام سال 57 همراه و همگام با توده‌های به پا خواسته فعالانه در اعتراضات، تظاهرات، تحصن‌ها، راهپیمایی‌ها شرکت کرد. رفیق محمد از کار، تحصیل و سرانجام از انقلاب درس گرفت و تجربه اندوخت و با این درک که رهایی کارگران و زحمتکشان با اعتراض و مبارزه علیه استثمار و استثمارگران میسر می‌گردد، به مبارزه این راه تبدیل شد. در همین دوران با کومله و سیاست‌های انقلابی آن آشنا شد. او که حین مبارزه دریافته بود که طبقه کارگر بدون اتحاد و تشکل در برابر دشمن طبقاتیش ناتوان بوده و قادر به کسب پیروزی در مبارزاتش نخواهد بود، به کومله پیوست و تحت پرچم آن در راه ریشه‌کن ساختن هر گونه ستم و استثماری مبارزات خود را ادامه داد. او هر جا که تشکیلات ضروری تشخیص داد، به طور خستگی ناپذیر وظایف خود را انجام داد. او هم در مبارزات داخل شهر سنندج در نوروز 58 فعال بود و هم به دلیل آشناییش با مسائل دهقانان در جریان بازپس گرفتن زمین‌های دهقانان از پسمانده خوانین نقش ایفا کرد. او در راهپیمایی سنندج مریوان نیز فعال بود. Thank you.
در جریان یورش رژیم تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی در 28 مرداد سال 58 به کردستان و اشغال شهرهای کردستان توسط رژیم، رفیق محمد در شهر باقی ماند و با تشکیلات مخفی کامله فعالیت‌های انقلابی خود را پرشورتر از گذشته به پیش برد. رفیق محمد در این دوران از هیچ کوششی برای تبلیغ و ترویج سیاست‌های کامله در میان کارگران و زحمتکشان دریغ نورزید و اعلامیه‌ها و خبرنامه‌های کامله را پخش می‌کرد و به جمع‌آوری کمک مالی برای کامله می‌پرداخت. با بازگشت پیشمرگان به شهرها در آذر 58 رفیق محمد با شورمندی بیشتری به کار پرداخت. او در پذیرایی از مهمانان نوروزی سال 59 و در جنگ 24 روزه سنندج نقش خود را ایفا کرد. پس از عقب نشینی پیشمرگان از سنندج به رهنمود تشکیلات در شهر باقی ماند، اما به دلیل فعالیت‌های مبارزاتیش از سوی مزدوران رژیم شناسایی و دستگیر شد و مدتی را در زندان گذراند. رفیق محمد بعد از آزادی از زندان در سال 1360 به صفوف پیشمرگان کامله پیوست و بعد از آموزش سیاسی و نظامی در آموزشگاه پیشمرگایتی کامله در گردان چیا سازماندهی شد. در مدت کوتاهی به رزمنده جسور و فداکار و مورد اعتماد در میان همسنگرانش و زحمتکشان منطقه فعالیتش تبدیل شد. به همین دلیل چندی نگذشت مسئولیت سیاسی یک دسته از پیشمرگان را به عهده گرفت و با جدیت و صمیمیت فراوانی این وظایف را پیش می برد. از آنجا که او در امر فرماندهی نظامی نیز توانایی از خود نشان داد، هر دو مسئولیت نظامی و سیاسی دسته به او سپرده شد. به علت خصوصیات بارزی که داشت، بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران در شهریور ماه سال 1362 به عضویت حزب کمونیست ایران درآمد. او در عملیات‌های گردان چیا شرکتی مؤثر داشت. علاقه خاص و همچنین تلاش چشمگیر جهت ارتقای آگاهی سیاسی، مسئولیت پذیری، برخورد نزدیک و صمیمانه با توده‌های مردم کارگر و زحمتکش و جسارت و رزمندگی از جمله خصوصیات بارز رفیق محمد بودند که به وی چهره مبارزی محبوب و قابل اتکا در میان همرزمانش بخشیده بود. سرانجام این رفیق مبارز و فداکار روز 18 اردیبهشت ماه سال 1364 در جریان جنگ تحمیلی حزب دموکرات علیه کامله در روستای نرملاس هدف اصابت گلوله افراد مسلح این حزب قرار گرفت و جان عزیزش را در راه اهداف انسانی و کمونیستیش فدا نمود. یاد و خاطره رفیق محمد هادی قرخی و تمامی جانباختگان راه سوسیالیسم را با ادامه راه پر افتخارشان گرامی می داریم. Thank you.
گرامی باد یاد و خاطره رفیق یونس مصطفی. رفیق یونس مصطفی از جمله کارگران کمونیستی بود که در زندگی مبارزاتیش به خصوص آن دو سالی که در صفوف پیشمرگان کمالی بود بسیاری درسها از جسارت و فداکاری و کینه در برابر دشمن طبقاتی و دلسوزی و متانت در رودررویی با زحمتکشان را از خود به جای گذاشت. رفیق یونس مصطفی سال 1343 در خانواده کارگری در شهر مهاباد دیده به جهان گشود. در همین شهر به مدرسه رفت. درآمد کم و محرومیت خانواده باعث گردید که رفیق یونس در همان دوران کودکی همزمان با تحصیل به کارگری بپردازد. کار سخت و طاقت فرسا، مشاهده شرایط سخت و دشوار زندگی توده‌های مردم کارگر و زحمتکش و تبعیض و نابرابری موجود در جامعه، همگی تأثیرات عمیقی بر ذهن پرسشگر رفیق یونس گذاشته و وی را به اندیشیدن به ریشه ستم و نابرابری در نظام طبقاتی ترغیب نمود. رفیق یونس در جریان مبارزات انقلابی سال 57 مردم ایران بر علیه رژیم شاه، هرچند که نوجوانی بیش نبود، اما یکی از رزمندگان سرسخت این راه بود که در بیشتر مراحل و لحظات آن فعالانه حضور داشت. در همین دوران با مسائل سیاسی آشنا شد و روز به روز درک خود را از آن عمیق‌تر نمود. هنگامی که رژیم ضد انقلابی جمهوری اسلامی به قدرت رسید، رفیق یونس با شناخت ماهیت ضد کارگری این رژیم، رهایی خود و همسرنوشتانش را در مبارزه انقلابی علیه جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری یافت. او بدین گونه مرحله تازه‌ای از زندگی مبارزاتیش را آغاز نمود. با پخش اعلامیه‌ها و جزوات کمالی در میان کارگران و مردم زحمتکش، سیاست‌ها و اهداف کمالی را تبلیغ و ترویج می‌کرد. همین خصوصیات وی را به چهره محبوب در میان مردم کارگر و زحمتکش شهر مهاباد تبدیل کرده بود. رفیق یونس مصطفی سال 1362 به صفوف پیشمرگان کمالی پیوست و بعد از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزش سیاسی و نظامی در یکی از واحدهای کمالی سازماندهی گردید. رفیق یونس تمام تجاربی که از کار در میان کارگران و زحمتکشان کسب کرده بود و هر آنچه
که در صفوف پیشمرگان کاملی آموخته بود به کار بست تا هرچه بهتر و بیشتر بتواند توده های زحمتکش را به رهایی و برابری فرا بخواند و به آنها درس مبارزه و عشق به آزادی و برابری بدهد. بعد از مدتی با توجه به توانایی و فداکاری هایش در کار نظامی و همچنین آگاهی سیاسیش به عنوان مسئول نظامی یک دسته از پیشمرگان تعیین گردید. حضور در میان مردم زحمتکش و تبلیغ سیاست ها و اهدافی که کاملی در جهت تحقق آن گام بر می داشت باعث شده بود که رفیق یونس به رفیقی محبوب و قابل اعتماد تبدیل شود. کار آگاهگرانه و خستگی ناپذیری وی در تبلیغ برنامه های انقلابی کاملی در میان کارگران و زحمتکشان کمک کرد تا تضاد منافع کارگران با سرمایه‌داران برای آنها روشن‌تر شود. رفیق یونس در تمام عرصه‌های مبارزاتیش و همچنین مسئولیت‌هایی که به وی واگذار می‌شد، جدیت و فداکاری قابل توجهی از خود نشان می‌داد. سرانجام رفیق یونس در درگیری پیشمرگان کمالی با مزدوران رژیم در روستای پیر یونس از توابع شهر بوکان هدف اصابت گلوله جنایتکاران جمهوری اسلامی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. بعد از یک روز تلاش پزشکان و دست و پنجه نرم کردن با مرگ، متاسفانه در روز 8 آذر ماه سال 1364 جان باخت و به صفوف جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم پیوست. یاد و خاطره رزمندگی و فداکاری های رفیق یونس مصطفایی برای همیشه زنده و جاودان خواهد بود. گرامی باد یاد و خاطره پیشمرگ فداکار و رزمنده کاملی و عضو حزب کمونیست ایران رفیق داود قادری معروف به داود ظفرآباد. رفیق داود قادری در روستای ظفرآباد از توابع شهر دیواندره در یک خانواده زحمتکش دیده به جهان گشود. اعضای خانواده رفیق داود با اندک زمینی که در اختیار داشتند امکان این که بتوانند مخارج سالانه خانواده را تأمین کنند نداشتند. بنابراین رفیق داود به زحمت توانست تا دوره راهنمایی به تحصیل بپردازد. همین که به سن نوجوانی رسید در روستا به کار کشاورزی با خانواده اش مشغول شد. او چند ماهی از سال را در روستا و بقیه ایام را به شهرهای دیگر می رفت و به کار ساختمانی مشغول می شد. رفیق داود در میان همکلاسی ها و همکاران کارگر خود چه در روستا و چه در شهر انسانی با نفوذ و قابل اعتماد و بسیار مهربان و دلسوز و همچنین رفیقی آرام و صمیمی بود. رفیق داود مانند تمامی جوانان زحمتکش کارگر دوران قیام و مبارزات مردم سراسر ایران را تجربه کرد و خود یکی از فعالان آن خیزش توده‌ای بود. در منطقه هوتو مالکان زورگویی وجود داشتند که تا آخرین روزهای پیروزی انقلاب از شاه و سلطنت پشتیبانی کردند، دار و دسته را می انداختند و مردم انقلابی منطقه را تهدید می کردند. رفیق داود این جوان پرشور یکی از افرادی بود که جوانان روستای خود و روستاهای دیگر را بر علیه این ظالمان و توطئه های آنها تشویق به مبارزه و شرکت در قیام مردمی می کرد. بعد از پیروزی قیام، مالکین منطقه به خدمت رژیم تازه به قدرت رسیده اسلامی در آمدند. همکاری آنها با نیروهای سرکوبگر که منطقه را به کنترل خود در آورده بودند، رفیق داود را ناچار کرد برای مدتی به خارج از زادگاهش برود.
بعد از حضور مجدد نیروی انقلابی و مخالف رژیم در کردستان، او به منطقه بازگشت و به فعال کومله و جنبش چپ در کردستان تبدیل گردید. در سال 1362 رفیق داوود قادری به صفوف پیشمرگان کومله پیوست و دوره آموزش سیاسی نظامی را در شاهقلعه سپری کرد و بعد از اتمام دوره در گردان کاوه سازماندهی شد. رفیق داوود بعد از مدتی فعالیت در صفوف پیشمرگان کومله به عنوان معاون دسته سازماندهی شد و سپس به عنوان مسئول دسته در گردان کاوه به فعالیت پرداخت. او در تمامی عملیات‌ها و درگیری‌های منطقه دیواندره، تکاب و بیجار، چه در داخل شهرها، چه در تصرف پایگاه‌های رژیم شرکت فعالانه داشت و همچنین از رفقای قابل اتکا در گردان بود. در مأموریت‌های مختلف و از جمله در واحد سازمانده شرکت کرد. او مأموریت‌ها را با جدیت، جسارت و دلسوزی به انجام می‌رساند. مدتی در واحد‌های شناسایی مشغول به انجام وظیفه بود و در این کار رفیقی توانا و دقیق بود. علاوه بر مهارت در کار نظامی، در پیشبرد دانش سیاسی خود غافل نبوده و همیشه در جلسات سیاسی ناحیه و واحد‌های دیگر شرکت داشت. او به طور مستمر نظارت و پیشنهادات خود را مطرح می کرد و در امر سیاسی رفقای دیگر را یاری می داد. رفیق داوود در تمام درگیری ها و جنگ های کومله و حزب دموکرات در جنوب کردستان شرکت داشت و لیاقت و کاردانی و شهامت او همیشه نقطه قوتی برای رفقای واحد او بود. آخرین میدان نبرد قهرمانانی رفیق داوود درگیری با تجمع زیادی از نیروهای حزب دموکرات در میشاو شلر بود. در آنجا واحدی از رفقای کومله به محاصره افراد مسلح حزب دموکرات افتاد. رفیق داوود در روز 11 اردیبهشت 1364 در جریان جنگ زخمی و سپس به اسارت حزب دموکرات درآمد و همراه چند رفیق دیگر با بیرحمی تمام توسط حزب دموکرات تیرباران شد. به این ترتیب رفیق داوود قادری، معروف به داوود ظفرآباد، یکی از رفقای منضبط و رزمنده کومله، جان خود را در راه مبارزه علیه دشمن طبقاتی و در راه رهایی طبقه کارگر از دست داد. یاد و خاطره این رزمنده کمونیست و این کارگر خستگی ناپذیر برای همیشه در دلها زنده است.
گرامی باد یاد انقلابی کمونیست رفیق ساسان دانش. رفیق ساسان دانش سال 1331 در خانواده متوسط در شهر بابل دیده به جهان گشود. در همین شهر به مدرسه رفت و در هنرستان صنعتی در رشته برق به تحصیل پرداخت. بعد از پایان تحصیلات همراه با کار برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی که فعالیت‌های محدود سیاسی را در ایران آغاز کرده بود، در خارج از کشور به جرگه فعالین سیاسی پیوست و در سال 1357 همزمان با اوجگیری مبارزات مردم علیه رژیم شاه، او نیز تلاش برای تشدید فعالیت‌های خود در پیوستن به این مبارزات را آغاز نمود. در همین دوران در ارتباط با گروه اتحاد کمونیستی که بعداً به سازمان وحدت کمونیستی تغییر نام یافت، به عنوان عضو این گروه از جمله اولین کسانی بود که قبل از قیام سال 57 به ایران اعزام گردید و در مبارزات توده‌ای مردم در این دوران و در درگیری‌های مسلحانه روس‌های قیام فعالانه شرکت نمود. در سال 1358 رفیق ساسان دانش در کارخانه در شیراز به کار مشغول شد و در کلیه فعالیت‌های کارگری در این شهر از نزدیک شرکت داشت و به ترویج سیاست‌های انقلابی و کمونیستی پرداخت. در همان سال وی ضمن درگیری عناصر رژیم با آموزشگاه عشایری شیراز به شدت مجروح شد و چندین روز بستری بود. چندی بعد در جریان یک اعتصاب کارگری در کارخانه به عنوان یکی از گردانندگان اعتصاب از کارخانه اخراج شد و بعد از مدتی به دلیل اعتراضات کارگران وی به کارش بازگشت. مدت کوتاهی بعد از شروع به کارش در کارخانه مجدداً اخراج گردید. بعد از مدتی فعالیت در کارخانه دیگر به عنوان کارگر روزمزد به کار پرداخت. در اواخر سال 1359 وی که تحت پیگرد شدید ماموران رژیم در شیراز قرار داشت به تهران رفت و به فعالیت‌های سازمانی پرداخت. روز 9 اردیبهشت ماه سال 1360 در حین فعالیت تبلیغاتی برای تدارک بزرگداشت روز 11 اردیبهشت، روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان در شهر تهران، دستگیر شد. بعد از 15 روز اسارت در کمیته به زندان اوین منتقل گردید. او از اولین روزهای ورود به زندان اوین در حرکت جمعی زندانیان علیه شرایط زندان به طور فعالانه شرکت نمود و به تدریج به عنوان یکی از فعالین این اعتراضات شناخته شد و به همین دلیل بارها تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. بعد از 3 خرداد سال 1360 و تغییرات در وضع زندانی ها، ماموران رژیم علی‌رغم اینکه هیچ گونه مدرکی علیه وی در دست نداشتند، صرفاً به دلیل ایستادگی بر مواضعش و دفاع از آرمانهایش او را دائماً تحت شدیدترین شکنجه ها قرار می دادند. علی‌رغم این شکنجه ها، اما رژیم موفق نشد در طول 4 سال اسارت از وی کوچکترین اطلاعاتی در مورد همرزمان و سابقه فعالیت‌هایش به دست آورد. در این حال او تا آخرین روز حیات خود در برابر دادگاه‌های فرمایشی در زندان تکرار می‌کرد که یک کمونیست است. قرار دادن وی در یک سلول با افراد امیدباخته‌ای که تحت شکنجه تسلیم شده بودند و با این تصور موهوم که او را به سر عقل آورند نیز با این که بارها تکرار شد ثمری برای رژیم نداشت. سرسختی های رفیق ساسان و بی اثر بودن شکنجه های بی سابقه و پی در پی رژیم را واداشت حکم اعدام وی را صادر نمایند. سرانجام در اوج زبونی
روز سیوم بهمن سال 1363 این رفیق مبارز را به جوخه اعدام سپردند. رفیق ساسان چه در دوران مبارزه در خارج از زندان و چه در دوران زندان یک انسان واقعی و کمونیست متعهد به آرمانهای خیش باقی ماند. با ادامه دادن آرمانهای کمونیستی این رفیق مبارز، یاد و خاطره او را زنده نگه می داریم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. بینندگان گرامی، برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم در اینجا به پایان وقت برنامه این هفته می‌رسیم. آنچه در این برنامه مشاهده کردید، یادنامه رفقا محمد هادی قرخی معروف به همسور، یونس مصطفایی، داود قادری معروف به داود ظفرآباد و ساسان دانش بود. ضمن گرامی داشت مجدد یاد این رفقا و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری و با این امید که این برنامه مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان بوده باشد، در خاتمه برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و سربلندی را داریم. بدرود.